سلام دوشنبه 31 یک خرداد 95 بیست جوانه 2016 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه جعفر زاده در حالی که پنجاه روز اعتصاب غذای خودش رو هم پشت سر گذاشته به دلیل وخامت حال به بیمارستان سینا منتقل شد 350 کارگر شهرداری مرند هم سه ماهی که حقوق نگرفتند و لابد اگر اعتراض بکنن مثل کارگران شهرداری احواز اونها رو هم میخوان روانه زندان بکنن شهردار بروجرد خبر داده از اینکه با تعطیل شدن و تعدیل کارگران نساجی بروجرد جمع، اکثر اونها به جمع بیش از چهار هزار نفری دست فروشان در بروجرد ملحق شدند اما 380 کارگر پارس سرام سازنده چینیالات بهداشتی که کارخانه قدیمی و صاحب نامی هم بوده تا کنون تعدیل شدند تنها 80 نفر اونها به شکل قراردادی به کار برگشتند اما کارخانه در وضعیت بد و کاملا زیر ظرفیت قرار داد کارخانه قند کامیاب هم در خمینی شهر به که تعطیل شده بوده از قبل مجد... به بانک صادرات اومده و انبال اون رو هم به دلیل بدهی ها و محبته کارخانه رو توقیف کرده و بنابراین تنها پنجاه کارگری هم که باقی مونده بودند بیکار شدند اما کارخانه لوازم خانگی آدنیس هم که از اسفند 93 تعطیل شد و 300 کارگر اون بیکار شده بودن کارگران تا الان مطالباتشون رو نتونستند بگیرن ضمن اینکه 250 کارگر قراردادی این کارخانه هم بین دو ماه تا شیش ماه حقوق طلب کارن که با اونها هم هنوز تصویه حساب نشد محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر کرد با که 34 روز در اعتصاب غذا بود و نهایتا با وعده دادستانی و وسیقه 400 میلیون تومانی به مرخصی چهار روزه درمانی فرستاده شد با این قول که مرخصی او رو تمدید بکنن تا معالجه بشه دادستانی خلاف قولش عمل کرد و او کبودوند رو بعد از چهار روز دوباره به زندان برگردوندن برای یازده ماه حبس اضافه اما دادستان کرمان رسما اعلام کرد که خانوم زاغری که شهروند ایرانی انگلیسی هست و در ایران علا داشتن کودک خردسال بازداشت شده اتهامش همکاری با سایت ها و تشکیل شبکه اینترنتی جنبش سبز احتمالا ممکنه ایشون در زمان جنبش در پاره صفحات فعال بوده باشه همین رو بهانه کردند و او رو بازداشت کردن موضوع دوم اینکه جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم نامه ای رو به خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشتم و در اون از مجلس خواستند تا یک کمیسیون تحقیق و تفحص در مورد دادگاه ویژه روحانیت تشکیل بده که به مراکز قدرت و ثروت در حوزه علمیه قوم متصل شده و عملا ابزار تبعیض و سرکوب طلاب دینی شده اما از سوی دیگه تسلیم خبرگزاری سپاه خبر داده از اینکه که جامعه مدرسین قوم نامه دومی رو به آقای روحانی نوشتند و در اون انتقاد کردند از وضعیت فرهنگی و سیاست های فرهنگی حوزه دولت روحانی و آقای مقتدایی هم ما از جامعه مدرسین تکذیب کرده و گفته من چون این نامه ای رو ندیدم موضوع سوم اینکه نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرده که گردش مالی قاچاق در سال قاچاق ارز و کالا بیش از 25 میلیارد دلاره و عملا سه برابر بودجه عمرانی دولت هستش او گفته که محاسبات من نشان میده که این حجم قاچاق که به تولیدات داخل صدمه میزنه به دلیل اینکه سود و عوارض نمیدن و کالا رو ارزانتر به مردم میرسونن عملا بیش از 800 هزار نفر رو بیکار کرد. علی اکبر جوانفکر مدیر مسئول روز روزنامه ای ایران در زمان دولت احمدی نژاد و مشاور او که با معمورین دادستانی درگیر شده بودند به همراه سه روزنامه نگار این روزنامه هر کدومشون به سه ماه زندان محکوم شدن اما در مجلس شورای اسلامی از سیزده کمیسیون مجلس جز یکی اونم کمیسیون قضایی تکلیف دوازده کمیسیون دیگه معلوم شد و هیئت رئیسه اونها ده نفرشون از اصولگره ها انتخاب شدند و دو نفر تنها از لیست امید هستند به این ترتیب کمیسیون ها هم به دنبال هیئت رئیسه در اختیار جناح مقابل قرار گرفته از جمله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آقای علاءالدین بروجردی دوباره در رأس این کمیسیون انتخاب شد این انتخاب کمیسیون ها هم نشون میده که اکثریت مجلس در دست گروه اصولگراست و دولت روحانی و مسلس آقای هاشمی خاتمی و روحانی اگرچه لیست های امید رو در سطح کشور دادند اما عملا گز نکرده پاره کرده بودند و بسیاری از اشخاصی که در این لیست ها به گفته آقای کواکبیان بیش از پنجاه نفر اونها عملا جزو کمپه اصولگره ها بودن ضمن اینکه سپاهی ها با تدارکی که کرده بودند گفته میشه بیش از 160 نماینده مجلس رو به نوعی به خودشون وابسته و وامدار دارن موضوع چهارم اینکه آقای روحانی عنوان کرده که از تلویزیون صدا و سیما داره بوی بهار میاد و به نظر میرسه اصلاحات مثبتی داره صورت میگیره مسئله رادیو تلویزیون انحصاری برابر قانون اساسی و اون هم در اختیار رهبری یکی از اون ابزارهای نیرومندی است که رهبری و اعوان و انصار اون در دست دارند جالبه که در همسایگی ایران افغانستان بیش از 36 کانال تلویزیونی خصوصی داره که دارن فعالیت میکنند و کسی هم نمیگه که اونها مبلغ این و اون و یا مسائلی از این چنین هستند و عملا آزادی رو تجربه میکنن اما در دولت مطرحه که تا انتهای ماه رمضان وزیر صنایع صنعت معدن تجارت آقای نعمت زاده جای خودش رو به محمود اسلامیان خواهد داد که از دوستان آقای جهانگیری معاون اول هست و همینطور وزیر ورزش آقای گودرزی جای خودش رو به علی اصغر موسان خواهد داد که او از دوستان خود آقای روحانی است آقای مونسان از با سوابقش در صنعت و تجارت و غیره از یارای قدیم خود آقای روحانی است اما سپاه پاسداران اعلام کرده که های سایت های دولتی مثل ثبت اسناد و غیره رو بازداشت کرده و رئیس این گروه حکر مافیایی که خودش رو ارباب سیاهی مینامیده به گفته سایت آمد نیوز شخصی به نام یاسر ابراهیمی است آمد نیوز ضمن معتقده که سپاه اینها رو دستگیر که میکنه زیر فشار قرار میده تا با ارتش سایبری سپاه همکاری داشته باشد اما آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی عنوان کرده که یک گروه تروریستی رو بازداشت کردند که قرار بوده در ماه رمضان در تهران چند عملیات انتحاری انجام بدن آقای شمخانی جزئیات بیشتری رو مطرح نکرد موضوع پنجم اینکه یک خانواده سوری دو مرد پنج زن و ببخشید شش مرد دو زن و چهار کودک در مرز ترکیه مورد هدف گلوله نیروهای ارتش ترکیه قرار گرفتن و همگی کشته شدن این به گفته سازمان های حقوق بشری تا کنون از ابتدای سال 60 نفر از پناهجویان سوری به دست نیروهای مسلح ترکیه کشته شدند. مزالک بیش از سه میلیون آواره سوری کماکان در ترکیه به سر میبرند آقای ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق هم به دولت سعودی اعتراض کرده و گفته سفیر این کشور در امور داخلی عراق دخالت میکنه سرور <applause> بارزانی فرزند آقای مسعود بارزانی هم عنوان کرده که عراق باید تجزیه بشه به سه کشور سنی شیعه و کرد اما موضوع آخر اینکه آقای اژه‌ای فرمودند که آقای جهرومی مدیر عامل اسبق بانک صادرات اساسا جرمی مرتکب نشده معلوم نیست اگر جرمی مرتکب نشده چطور 8 میلیارد تومان جریمه شده برای پرونده 3000 میلیارد تومانی که اصل نقل و انتقالات بانکیش در بانک صادرات صورت می گرفتند که سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران.